29 روز مهر ماه برابر با 21 اکتبر سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، در گذشت میرزا محمد حسین خان زکاالملک، مدیر مدرسه علوم سیاسی و مؤسس و صاحب روزنامه تربیت که در ابتدا فدایی، سپس ادیب و سرانجام فروغی تخلص گرفت. زکاالملک در جوانی تجارت می‌کرد و چون سرمایه‌اش را از دست داد، به کرمان رفت و به خدمت حاکم کرمان درآمد. او مدتی نیز در کرمانشاه اقامت گزید و وارد جمع درویشان شد. در آنجا نیز به مدیح سرایی شاهزاده عمادالدوله پرداخت و ادیب تخلص می‌کرد. سرانجام به تهران آمد و در دستگاه وزارت انطباعات و دارالترجمه میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به منشیگری پرداخت و از طرف ناصرالدین شاه ملقب و متخلص به فروغی شد. مدتی نیز مدیریت دارالترجمه و دارالطباعه دولتی و مترجمی زبان عربی و فرانسه را عهده‌دار بود و روزنامه‌های دولتی ایران اطلاع، رسمی، شرف معمولاً با انشاء وی نوشته می‌شد. وی چندی بعد ملقب به زکاالملک شد و روزنامه تربیت را منتشر کرد. زکاالملک مدرسه عالی علوم سیاسی را نیز تأسیس کرد. سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، ترور احمد آرامش، سیاستمدار دوران پهلوی دوم، وزیر کار و تبلیغات دولت احمد قوام و وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه در دولت جعفر شریف مامی. وی که در یزد دیده به جهان گشود، پس از پایان تحصیلاتش در کالج آمریکایی‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان مشغول به کار شد و بعد از بازگشت به تهران به استخدام وزارت طرق و شوارع درآمد. بعد از اشغال ایران توسط متفقین، تقاضای انتقال به وزارت دارایی را داد. با روی کار آمدن دولت قوام السلطنه، او که باب دوستی با قوام را از سالها قبل گشوده بود، به معاونت وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارتقا یافت. قوام السلطنه برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی از سویی و برای مقابله با تبلیغات شورای متحده کارگری، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی کار را تشکیل داد و در هر دو شورا عضویت داشت. پس از تشکیل حزب دموکرات ایران توسط قوام السلطنه، آرامش در دو کمیسیون ملی و تشکیلات آن فعال شد. وی سردبیری دو روزنامه حزب به نام دیپلمات و بهرام را نیز عهده‌دار بود. او در دوره نخست وزیری برادر همسرش مهندس جعفر شریف مامی به سرپرستی سازمان برنامه منصوب شد. هرچند با استعفای دولت شریف مامی او نیز برکنار شد، اما به یک چهره جدی مخالف حکومت تبدیل گردید. سال 1382 خورشیدی برابر با 2003 میلادی، در گذشت علی عزت بگویچ، رئیس جمهور پیشین بوسنی و هرزگوین. او در یکی از مناطق بوسنی به نام بوسسماک متولد گردید. وی پس از فراغت از تحصیل با جمعیت علمای هدایت که در بوسنی تأسیس شده بود همکاری نمود و از برجسته‌ترین شاگردانش بود. وی در 21 سالگی به خاطر اعتقادات اسلامی در جامعه کمونیستی یوگسلاوی 3 سال زندانی شد. پس از زندان در رشته حقوق از دانشگاه سارایوو فارغ التحصیل گردید و از این زمان به عنوان یک وکیل، حقوقدان و سیاستمدار به فعالیت مشغول شد و چندی بعد حزب اسلامی اقدام دموکراتیک را بنیان نهاد.